سلام علیکم. قربون شما سلام علیکم. بیشترش به خاطر تجملاته. الان مردم سیرنوپذیر شدن. همیشه دنبال تجملاتن، مثلا میرن خونه هم دیگه سلره هم به جا بیارن. میبینه تلویزیونش مثلا قبلا معمولی بوده، الان LCD گرفته. از فردا مثلا فشار میاد رو همسرش که منم باید LCD داشته باشم. شوهره نمیتونه بخره، قطع ارسلی رحم میکنه، نمیره خونه خواهرش، خونه برادرش، خونه دوستاش، اینا که خانومش و خودش نبینه که این پیشرفت کرده. بخاطر که قدرت خریدم نداره، بخاطر همین مهربونیم از بین رفته. چون طرف وقتی که از دیگران هر کی از چشم بره، از دلم میره. بخاطر اینه. اسلام گفته که اینجا دنیا محل گذره. ما اگر همین رو روی موزه گوش ما قرار بدیم و عمل کنیم به این، فعالیت بکنیم، تلاش بکنیم، سلیه رحم که در اسلام گفته به جای بیاریم، زیاد دنبال تجملات اینو نباشیم، به همه خوش میگذاریم، مهربانی هم زیاد میشه. ما یک زمانی یک بنده خدای می اومد خونه ما میرفت، بعد دیدیم قطع کرده نمیاد. بهش گفتم ما بعد که گفتیم باید بس صحبت کردیم چجوری شده نمیاد. گفت حقیقت ما اومدیم خونه شما، هر وقت میایم خونه شما، شما پرده میخری مثلا خانومت، بعد خانومت میگه که خانوم میاد به خونه میگه که مثلا فلانی پرده خریده، چرا تو نخریدی؟ ما یه چیز دیگه میخریم. او همینجوری میگه بخاطر همین دیدم که من همیشه ناراحتم، دیگه نمیام. این تجربه که ما داشتیم و دیدیم اینا دیگه، این هم هست. باید آدم وقتی توی از نظر اقتصادی میخواد به شریکش اعتماد کنه، باید بشنوسش، باید از نظر خانوادگی بشنوسش، از نظر اخلاقی بشنوسش. بی گدار به آب نزنه. با هر کسی که بری مثلا شروع کنه به کاسبی کردن، ممکنه که طرف بدبخت بیچارت کنه. دو نفر با همین صورت ساخت و ساز میکردن. بنده خدا من فرهنگی بود، او طرفش حیات و کلی منزل و نازل و همه رو فروخته و پولا رو مداشته بود، این رفته بود. طرفم کشون به زندان و این طرف داره بدبختش کرد، زندگیش رو بدبخت. طرف باید بشناسی با کی داری زندگی میکنی، با کی داری شریک میشی. اینا یک تجربیاتی که باید تحقیق کنه اول، بیگدار با آب نزنی. خدا رو فراموش نکن، هرگز. همیشه خدا رو در نظر بگیر در هر کار. خداوند انشاءالله تمام جوانان رو یاری کنه، جوانان کشورمون رو،